بریم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی از کارشناسان به نام اقتصاد کشورمون و ببینیم که افزایش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر بازار سرمایه داره. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه جناب آقای حاجی بند و همینطور وقت بخیر میگم خدمت هموطنان عزیز، در خدمت شما هستم. ممنون از لطفتون. آقای دکتر، این نرخ سود بانکی و بازار سرمایه میتونیم اینجوری تعبیر کنیم که مثل یه اله کلنگ میمونه دیگه، این بره بالا این میاد پایین، این بره بالا، یه همچه اتفاقاتی میتونه بیفته؟ خیر، ببخشید انقدر قاطع شما صحبت میفرمایید و فعالان بازار اجازه بفرمایید بنده خدمتتون توضیحی رو بدم. درسته آقای دکتر، ببخشید به عمد من این مثال آغاز کردم که چون خیلی تو تفکرش اینه که آقا به محض اینکه نرخ سود بانکی میره بالا منتظر باشید بازار سقوط کنه و میگن، من دیدم برخی از کارشناسان میگن آقا تنها راه صعود بازار سرمایه اینه که نرخ سود بانکی بیاد پایین. به همین دلیل سعی کردم یه مثال اله کلنگی، یعنی دقیقاً مشخص کنیم که آیا این درست است یا نه، و توضیحات شما رو میشنویم. خواهش میکنم. من خاطرم از در بانک مشغول شده بودم، در یکی از بانک‌های بین‌المللی مشغول شده بودم و گزارش دریافت کردم دقیقاً در مورد همین مسئله بود که فضای در واقع بازارهای سرمایه در دنیا رو به 4 فضا تقسیم می‌کرد. زمانی که هم اوراق رشد می‌کنه، یعنی بازدهی اوراق خیلی بالاست، هم بازدهی سهام خیلی بالاست. زمانی که بازدهی اوراق بالاست، بازدهی سهام پایینه. بازدهی هر دو می‌تونه پایین باشه و عکس اینها ممکنه اتفاق بیفته. یعنی 4 حالت مختلف شما میتونید در نظر بگیرید. بنابراین کورلیشنی که بین اینها ما بخوایم در نظر بگیریم که بگیم که حالا اگر که بازار اوراق یا بازار سود بانکی نرخ افزایش یا کاهش پیدا بکنه تاثیر قطعی داره روی بازار سهام، نه چنین نیست. باید ببینیم وضعیت اقتصاد به چه نحو است. این چیزی که در اقتصاد ما متاسفانه فعالان بازار متاسفانه اشتباهی بسیار بزرگی رو من اخیراً در تحلیل ها دیدم، بله، این هست که ببینید این نرخ سود بانکی یا نرخ سود اوراق رو متاسفانه اشتباه میکنند با نرخ تنزیلی که برای تنزیل جریان نقدی باید حساب بشه. این اشتباه خیلی بزرگی است که انجام میشه. در مدل های والویشن و مدل های ارزش سنجی شما در واقع نرخ تورم رو معمولا باید حذف کنید. وقتی نرخ تورم رو حذف میکنید، اون نرخ تنزیلی که در نظر میگیرید در واقع مثل این میماند که شما این جریان نقد عادی که با تورم هست رو دارید. نرخ تنزیل شما یک چیزی هست تحت عنوان نرخ تورم انتظاری به علاوه یک مقداری. یعنی اگر تورم انتظاری شما الان 40%، احتمالاً باید نرخ تنزیل شما اگر که مدل های ارزش سنجیتون رو تورم رو خارج نکردید از مدل های ارزش سنجیتون، یه چیزی حدود 45% باشه. دقت می‌فرمایید این مسئله اساسی هست که در مدل های ارزش سنجی مشکل به وجود میاد. مسئله دیگر این هست که ببینید در برخی از محاسبات اقتصادی شما باید نرخ اسمی رو در محاسبات در نظر بگیرید، ولی در اکثر تحلیل های اقتصادی باید نرخ واقعی رو در نظر بگیرید. نرخ واقعی ما زمانی داشتیم در بازار سرمایه که اتفاقا کسی هم اصلا معترض قضیه نبوده، در سالهای 95-96 جناب حاجی بند شاید خود شما در بازار حضور داشتید، بازار کشته شد اون زمان. یعنی نرخ بالا، شاید بالاترین نرخ‌های بهره واقعی در دنیا رو اون زمان ما داشتیم. الان هم پایین ترین نرخ‌های بهره واقعی در دنیا رو داریم. اون زمان مثبت 20% بوده، الان یه چیزی در حدود منهای 20% است. اینکه منهای 20% بشه منهای 19% یا بشه منهای 21%، هیچ تأثیری نه در والویشن، در ارزش سنجی شرکت‌ها خواهد داشت و نه در جریان نقد شرکت‌ها خواهد داشت. در همین زمانی که ما داریم سر نرخ سود بانکی و نرخ اوراق صحبت می‌کنیم، اتفاقاتی افتاده در بازار سرمایه که اتفاقاً اینجا هست که همه سهامداران، همه فعالان بازار سرمایه باید دست به دست به هم بدن، با این مباحث، با این مسائل مقابله کنند. در واقع یعنی ما هم برای بازار باید بجنگیم، هم برای اقتصاد ایران باید بجنگیم. و شما می‌بینید که در این زمینه متأسفانه سکوت حکمفرماست. به عنوان مثال هفته پیش بازار تحت چه عنوانی مثبت شد؟ واقعیت این هست که خودرویی‌ها، سهام‌های خودرویی پیشران بازار شدن، رشد کردن به دلیل اینکه خبرهای خوبی در مورد سهام خودرویی داده شده بود. خب از امروز این خبرهای خوب متأسفانه متوقف شده و معکوس شده. خب اینجور شما با اعتماد بازار سرمایه وقتی می‌بینید بازی میشه، نباید انتظار داشته باشید که جریان نقد یا جریان وجوه به سمت بازار سرمایه بیاد. شما نرخ اوراق رو صفر هم بکنید در شرایطی که به هر دفعه قرار هست سیاستگزار به یک بازار هجوم ببره و سود رو از اون بازار در واقع دریغ کنه، شما اگر نرخ بهره بانکی هم صفر کنید، افراد
عاقلانه فکر میکنند. ما اصلا این اصل اولیه اقتصاد است که افراد رشنال هستند و عاقلانه فکر میکنند. دقیق میفرمایید؟ بله. وقتی که بچه افراد ببینند که در بازار سرمایه سرمایهشون ثروتشون به باد میره ولی در بازارهای دیگه بالاخره یک سود حد اقلی مثبت دارن یا حتی سود صفر دارن، مطمئن باشید که پولشون رو به بازار سرمایه نخواهند آورد. درسته. آقای دکتر، وقتی نرخ سود بانک افزایش پیدا میکنه چه پیغامی رو برای اقتصاد داره؟ یعنی مثلا میتونیم اینجوری نگاه کنیم که آقا، چون اگه خاطرتون باشه فکر می‌کنم 2 سال پیش بود دولت وقت اومد گفتش که آقا تورم رو تک رقمی کردیم، بنابراین نرخ سود بانکی هم باید تک رقمی بشه و بیاد پایین. این کاهش و افزایش نرخ سود بانکی چه نشونه‌ای، چه تفسنجی از اقتصاد بر ما داره؟ بله، ببینید یک نکته رو البته من میتونم تایید کنم، حالا که شما زحمت کشیدید و بنده فرصت دادید که مباحث رو مطرح کنم و مباحث علمی رو مطرح کنم، اینم خدمتتون میتونم مطرح کنم که حالا شما اگر که اومدید ببینید این مسئله مثلا انتشار اوراق مهم نبوده، ولی شما اومدید مثلا در 5 ماه اول سال یا 4 ماه اول سال به شدت از پای پولی استفاده کردید، حجم نقدینگی رو به شدت رشد دادید، بعد ناگهان متوقف کردید، ناگهان سیاست رو معکوس کردید، ناگهان در عرض 1.5 ماه نرخ بهره اوراق، نرخ سود اوراق رو 2% افزایش دادید. ببینید افراد آینده نگر هستند. حالا دیگه این بحث دیگر اینجا مطرح میشه. ببینید افراد اکستراپولیت میکنند، افراد این روند گذشته رو به سمت آینده پیش میبرند. دقت میفرمایید؟ بله. خب این روند اگر ادامه پیدا بکنه به کجا میرسه؟ این روند اگر ادامه پیدا کنه افراد فکر می‌کنن نرخ ممکنه 40% و 50% هم بشه. دقیق می‌فرمایید؟ خب این هست که حالا دیگه بدبینی حاکم میشه بر بازار. شما ملاحظه فرمودید که در ماه مرداد و ماه شهریور وضعیت مناسبی بود، ناگهان وضعیت معکوس شد. یک دلیل عمدهش به نظر من هم که انقدر طرفدار انتشار اوراق هستم اتفاقا انتشار اوراق بود. دقیق می‌فرمایید؟ عرض کردم من در یک مصاحبه دیگری عرض کردم مثل این میمونه که خودروی رو یک مرسدس بنز آخرین مدل نو مدل 2021 رو شما بدید دست یک بچه اینو بره بندازه از دره پایین، بعد بگیم کمپانی بنز مقصره. نه، کمپانی بنز مقصر نیست، اون راننده مقصره. دقیق می‌فرمایید؟ از ابزار اوراق شما مثلا در سال 99 از اوراق استفاده نمی‌کنید، یه دفعه شروع می‌کنید از 13 خرداد سال 99 تا نیمه شهریور اوراق منتشر می‌کنید. خب قبلش اگر منتشر می‌کردید هیچ وقت شاخص 2.1 میلیون نمی‌شد و بعدم بی موقعی که اوراق رو به شدت منتشر کردید شاخص شما ملاحظه کرد که چگونه سقوط کرد. انتهای سال 99 همین قضیه رو داشتیم، ماه مرداد و شهریور سال 1400 این قضیه رو داشتیم، همین امروز شما ملاحظه می‌فرمایید انتشار اوراق متوقف شده، احتمالاً 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه یا ما مجبوریم به انتشار اوراق دست بزنیم یا بدتر از این ممکنه اتفاق بیفته. یعنی اون فرضی که فعالان محترم بازار دارن که اگر اوراق منتشر نشه دولت دست روی دست میگذاره و مثلا از هزینه‌هاش کم میکنه، به نظر بنده این چنین چیزی، یعنی ببینید پرواز در آسمان خیال خیلی زیباست، منتها امیدوارم فقط در خواب اتفاق بیفته نه در بیداری، در روی تحلیل مالی. دقت میفهمید؟ بله، دولت کسری بودجه داره، دولت باید کسری بودجهش رو تامین کنه. اگر دولت کسری بودجه رو متوسل به بازار سرمایه بشه مراتب بدتره. دقت میفرمایید؟ بسیاری از افرادی که این مسائل نرخ سود بانکی و اوراق و اینها رو مطرح میکنند اتفاقا دارن به دولت توصیه میکنن که بیا سهام تو در بازار بفروش. ETF ها فاجعه ETF و افتضاح ETF در سال 99 رو شما ملاحظه فرمودید. ETF هایی که بسیار الان با ارزش هستند، دارایی کم بسیار با ارزش نسبت به NAV اگر شما قیمت رو در نظر بگیرید، ولی کسی اعتماد نمیکنه. پالایشی همینطور. دقت میفرمایید؟ خب اعتماد بازار از دست رفته. آقای دکتر، حالا اگر مثلا بخوام یه ETF سومی رو با این شرایط به قول شما عرضه کنیم، به نظرتون میتونه برای بازار سرمایه جذاب باشه؟ چون امروز رئیس کل جدید سازمان خصوصی هم گفت ما برای سال 1400 باید 90000 میلیارد تومان سهام بفروشیم، تا الان چیزی نفروختیم. احتمالا مثلا یکی از مدلاشون ETF سوم باشه. فکر میکنید استقبالی بشه اصلا ازش؟ ببینید ممکنه به روشی که سال 1399 ETF رو فروختن ممکنه بازم استقبال بشه، یعنی یک جریانی رو در بازار ایجاد کنن، بگن به هر نفر 1-2 میلیون تومان میدیم. افراد ناآگاه، کدوم یک از فعالان بازار رفت اون 2 میلیون تومان ETF رو خرید؟ دقیقا میفرمایید؟ شما اگه کسی رو میشناسید به من بفرمایید. نه، اینها مردم مظلوم عادی ما بودن. بله. که بازی خوردن، متاسفانه نباید این بازی خوردن ها ادامه پیدا کنه. بله، کاملا شما درست میفرمایید. برنامه این هست که در واقع سهام عرضه بشه، برنامه این هست که دارایی های دولت عرضه بشه، به جز سهام هم بنده دارایی دیگری نمیبینم که در این بازار بتونه عرضه بشه و من این رو نگرانم میکنه. دقیق میفهمم؟ عرض اولیه هایی که در ماه مهر، در ماه شهریور و مهر انجام شد بنده رو اذیت کرد.
بله. ناراحت کرد، نگران کرد، و شما دیدید که این عرض اولی ها ناموفق هم بودند. بله. اگر اون عرض اولی ها زمان عرضه نمیشد، اگر که اوراق یه دفعه عرضه نمیشد، من خیلی موافق اوراق هستم، ولی نه اینکه در یک ماه شما بیای مثلا چند هزار میلیارد تومان رو عرضه کنی. درستش اینه، ببینید کشورهای دیگه وقتی میخوان برنامه عرضه اوراق که دارن، شما ببینید برای 2-3 سال برنامه رو به بازار میدن. الان بازار ما خیلی راحت، نه بازار سرمایه بلکه بازار بانکی ما، خیلی راحت میتونه روزی 1000 میلیارد تومان، به نظر من تا 2000 میلیارد تومان اوراق جذب کنه. اگر بازار مثلا بازار بانکی رو توسعه بدیم به بانک مرکزی، به مؤسسات تأمین اجتماعی، به همه اینها، اگر اوراق بخرن تا 2000 میلیارد تومان میشه اوراق به فروش رسوند، نه اینکه از بازار سرمایه. برعکس این در دنیا اتفاق میفته. اوراق وسیله هست که منابع رو از بانک، از نظام بانکی، از سیستم بیمه و سیستم تأمین اجتماعی جذب بازار میکنه. افراد اول با اوراق شروع میکنن، بعد جذب بازار میشن، یا از اوراق استفاده میکنن تا ریسک پورتفولیوشون رو کاهش بدن. اگر اوراق نباشه، سرمایه گذاری در بازار سهام هم میبینید که کاهش پیدا میکنه. پس اینها مکمل همدیگه هستن، منتها به شرط که درست استفاده بشه. درسته. آقای دکتر، من با شما در مورد اون مدل جدید و نمیدونم تو اون شرایط بازار عرض اولیه کردن به شدت موافقم. ما توی شهریور بعد بازار سرمایه اومدیم اون حجم از عرض اولیه رو داشتیم، از طرف دیگه یه پیغام هم دادیم، گفتیم آقا ما می‌خوایم بلوک سهام عدالت رو برای کسایی که تو پارسال تو سیستم هست بفروشیم. از اون ورم شیرفلکه اوراق رو باز کردیم و تا تونستیم اوراق فروختیم تو این بازاری که خیلی حجم ارزش هم نداشت. به نظرتون این تصادف سگانه اتفاقی بود یا حواسمون نبود که با هم یوی اتفاق افتاد، یا اینکه نمیدونم حالا مدل دیگه‌ای؟ ببینید، از این جهتی میتونید بگید اتفاقی، از جهت دیگه من خدمت شما با احتمال خیلی بالایی عرض میکنم که به نظرم میرسه مشاور کاردان و با تجربه احتمالاً در دولت نیست. به نظرم میرسه که این مسائلی که برای بنده و شما اینقدر عادیه، البته روی مسئله اوراقش من به اون مکانیزمی که شما میفرمایید اعتقاد ندارم، یعنی اعتقادم این است که نرخ داره سیگنال میده، نه اینکه اوراق در بازار عرضه شده. من ندیدم اوراق در بازار عرضه شده باشه، برعکس دیدم بازار به سمت اوراق رفته. یعنی رودیه ناگهان جهت برعکس شد. جناب حاجی‌بند، این مسئله عجیبیه. ببینید، خروج شروع شد از درآمد ثابت به سمت بازار سهام، در عرض یک ماه و نیم این برعکس شد. چرا باید اینطور بشه؟ ببینید، مسئله فقط بازار سهام نیست. ببینید، بازار سهام میزان الحراره اقتصاد کشوره. بله. وقتی که شما میبینید جریان نقد از درآمد ثابت، از صندوق‌های درآمد ثابت به سمت بازار سهام داره میاد، یعنی ریسک پذیری در اقتصاد افزایش پیدا کرده. وقتی ریسک پذیری در اقتصاد افزایش پیدا کنه، این بسیار مبارکه، یعنی که سرمایه گذاری احتمالاً در آینده نزدیک افزایش خواهد داشت. ما دهه 90، از اول تا آخر دهه 90، متاسفانه نرخ رشد تشکیل سرمایه‌مون منفی بوده. ما اگر اینقدر روی بازار سرمایه داریم تاکید می‌کنیم، بنده به عنوان اقتصاددان خدمت شما عرض می‌کنم، علاوه بر اینکه بنده خوب فعال بازار سرمایه بودم، شاید از اولی که به وجود آمد، یعنی از سال 71 که سال 69 بازار دوباره افتتاح شد، من از سال 71 در بازار بودم. بله، من فعال بازار سرمایه هستم، ولی از به عنوان یک اقتصاددانم نقش بازار سرمایه رو بسیار مثبت می‌بینم. الانم توصیه اكيد می‌کنم به ریاست محترم جمهور، به هیئت دولت، به وزرای اقتصادی، به مسئولان اقتصادی توصیه اكيد می‌کنم اگر می‌خواید جلوی تورم رو بگیرید، که سیاست بسیار درستی هست، سعی کنید بازار سرمایه رو جذاب کنید. منابعی که به سمت بازار سرمایه جذب میشه، این منابع وارد بازار کالا و خدمات نخواهد شد. در حساب‌های جاری کارگزاری‌ها انباشت خواهد شد. اینکه در حساب‌های جاری کارگزاری‌ها منابع انباشت بشه، هزینه‌های کاست آف فاند یا هزینه‌های تأمین مالی بانک‌ها رو هم کاهش خواهد داد. یعنی از چند جنبه مختلف شما می‌بینید که بازار سرمایه می‌تونه تورم رو کنترل کنه. حالا البته یک نامه‌ای هم بود یک زمانی برعکس گفتن بازار سرمایه، البته درستم از یک جهت درست گفتن بازار سرمایه اگر منابع ازش خارج بشه مشکل زا خواهد شد. البته استدلالی آوردن که من خیلی قبول نداشتم، ولی این که بله، منابع اگر به سمت بازار سرمایه جذب بشه، بازار سرمایه نقش ترمز تورم رو خواهد داشت، ولی برعکسش اگر اتفاق بیفته، منابع رو از بازار سرمایه اگر که اجازه بدیم خارج بشه، این برای اقتصاد خوب نیست. درسته. خب آقای دکتر، خیلی ممنون از اینکه در گفتگو ما شرکت کردین. حالا امیدواریم که صحبت‌های کارشناسان به ویژه حالا اشخاصی مثل شما رو برسه به گوش حالا کسایی که تصمیم گیرن و یه مقدار ظرافت‌های بیشتری رو تو تصمیماتشون رعایت کنن. امیدوارم. سپاسگزارم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. ممنون از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.